I'm wow. بسم الله الحمد لله و والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا ازان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته با برنامه پالایش در خدمت شما ازان محترم هستیم و هر کجای این کره خاکی که هستید ایام و لحظات خوب و خوشی را برای همه تون آزومندیم اما در مورد قدس قبله اول ما مسلمین ازان بیننده همانطور که گفتیم در برنامه پیش ما قدس یک مسئله ای که در واقع به عقیده ما ربط داره و اینکه قدس و سرزمین فلسطین و بیت المقدس و مسجد الاقصا جنبه عقیدتی و اعتقادی و باوری برای همه مسلمان ها داره و در واقع نمی شود گفت که فقط فلس... متعلق به فلسطینی ها هست و یک مسئله و قضیه یه که بحرانیه که فقط مرتبط بیشتر به ملت فلسطین و فقط فلسطینی ها هستند که باید از اون دفاع کنند و بقیه مسلمان ها در واقع هیچ وظیفه و مسئولیتی به نسبت این مکان مقدس ندارن اما اینگونه نیست ایزان بیننده چرا که قدس در آموزه های دینی ما و در میان ما مسلمانان به عنوان اولین قبله ما هست و سومین مکان مقدس بعد از حرمین در واقع بعد از کعبه مشرفه و مسجد النبی هست قدس شریف و سرزمین اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم هست همونطور که در سوره اسراء ازان بیننده ما اینو میخونیم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله پس ازان بیننده همون گونه که در حقیقت ما در مورد مکه و مدینه یا بگیم کعبه مشرفه و حالا مسجد و نبی جایگاه ویژه‌ای در قلوب همه ما مسلمان ها دارن یعنی ما فقط اینها رو این اماکن مقدس رو فقط متعلق به سعودی و عربستان نمیدونیم اگر هر گونه خطری این اماکن مقدس رو تهدید بکنه و باشند کسانی که در واقع قصد بد نسبت به این مقدسات داشته باشند و بخواهند تعرضی به این مقدسات بکنن اون وقت دیگه ما به این نگاه نمی کنیم که حالا اینجا کشور سعودی هست و به ما ربطی نداره نه این مقدساتی هستن که متعلق به همه ما مسلمان ها هستن و در واقع تعرض به اینها اگر کسی در واقع کعبه مشرفه و مسجد النبی رو در خطر ببینه مس... هر مسلمانی در هر کجای دنیا که باشه برای دفاع از این در واقع اما... اماکن مقدس بسیج خواهد شد و حاضر خواهد شد که همه چیز خودش رو فدا کنه برای این که تعرضی نشه به این اماکن مقدس و هر که در واقع بخواد تعرضی به این اماکن مقدس بکنه و اینو در سر خودش داشته باشه در واقع با سیل عظیم و خروشانی از امت اسلامی از قیام امت اسلامی رو به رو خواهد شد اما از بیننده ما به این اشاره کردیم که آیا اصلا ما به قضیه ما با یهود بر سر عقیده آنهاست آیا ما به صرف اینکه که حالا اینها یهودی هستند با اونها مشکلی داریم یا با اونها درگیر هستیم یا اصلا ما با نصارا حتی به دلیل اینکه حالا مسیحی هستند ما مشکلی با آنها داریم در حالی که اگر به تاریخ اسلام ازان بینده ما نگاه کنیم به سیره نبوی حتی زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره در واقع دولت اسلامی رو تشکیل دادند و نظام اسلامی تشکیل شد همه در زیر بیرق و پرچم این نظام و در زیر سایه اسلام در واقع آزادی عقیده داشتند با آنها محترمانه برخورد میشد حقوق شهروندی اونها رایت میشد کرامت انسانی خودشون رو داشتند شرافت خودشون رو داشتند ظلم به اونها نمیشد حق اونها خورده نمیشد یعنی به این عنوان بینها نگاه نمیشد که آقا چون اینها طرف یهودی هست یا طرف حالا مسیحی هست و ما مسلمانیم ما در واقع حق اینو داریم که هر بلایی میتونیم به سر اینها بیاریم یا حق اینها رو بخوریم یا جفا بکنیم به اینها یا ستم بکنیم به اینها یا زور بگیم در مورد اینها اموالشون حالا بخوایم تصاحب بکنیم املاک و اراضی اونها رو بخوایم تصاحب بکنیم بلکه اساس در واقع برخورد ما با دیگران ایزان بیننده همان گونه که الله متعال در سوره ممتحنه در آیه 8 و 9 در واقع اینو تبیین کرده برای ما که لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله يحب المقسطین اونایی که با شما سر جنگ ندارن اونایی که بر علیه شما دسیسه چینی نمیکنند در واقع قصد نیت تعرض به شما را ندارن قصد نیت تعرض به سرزمین های شما به در واقع به ارز و آب روی شما به اموال شما رو ندارن نیت و قصد بد نسبت شما ندارن سر جنگ ندارن با شما و لم یخرجو من شما را سرزمین هاتون بیرون نکردن اشغالگر نیستن که بیان و شما را از سرزمین هایتون بیرون کنند به زور شما را بیرون بندازن و ادعای حق در واقع اون سرزمین شما را بکنن که این سرزمین مال ماست مثل کسی که حالا شاید بیاد خونه شما مهمون بشه برای یه مدتی بعد بگه آقا خونه مال منه این خونه مال من هست و ادعای مالکیت اون خونه رو بکنه عدالت اساسی از سیزان بیننده که دین ما در حقیقت ما رو بر این داشته که ما با دیگران رفتار کنیم انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین اونایی که با شما می جنگن اونایی که با دین شما با آین شما در واقع و با میخوان س... می خوان تعرض کنن به مال شما به نوامیس شما به ارزا به روی شما و در واقع قصد و هدف بدی نسبت به شما دارن شما مشکل ما با اونهاست اما با دیگران الله متعال ازان بیننده به ما امر کرده که ما بر اساس قصد و عدالت با اونها رفتار کنیم حتی در مورد اهل کتاب الله متعال به ما فرموده که, که با بهترین روش حتی با اونها مجادله کنیم حتی اگه میخوایم در مورد یک قضیه با اونها بحث کنیم یک شبهه در ذهنشون هست یک قضیه رو برای اونها روشن کنیم که آقا این چیزی که شما میگید این باور و عقیده ای که شما دارید این باور و عقیده در واقع راستینی که انبیای شما آوردن نیست این انحرافی است که در فکر ذهن شما به وجود اومده این شرکه این انحراف هست این بدعت هست این خلاف دین هست این خلاف آن در واقع آموزی هایی است که انبیا آوردند اما برای مجادله کردن با آنها به بهترین روش متوسل بشه که در اون اصای ادب نباشه در اون اهانت به آنها نباشه در اون دار کردن آنها نباشه در اون تزیه حقوق آنها در واقع نباشه کرامت آنها انسانیت آنها شخصیت آنها پاس داشته بشه و ما نمونه های بیننده گفتیم که حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودی ها در واقع به عیادت یهودی میرفت اخلاق رسول الله صلی الله علیه و برخورد رسول با یهودی طوری بود که حتی اگر یهودی بیمار میشد رسول الله الله علیه به عیادتش میرفت برای اینکه در واقع به اون دلداری بده و همین اخلاق نبوی صلی الله علیه و سلم باعث شد که شخص یهودی مسلمان بشه و به اسلام دین روی بیاره و این اخلاقیه که قرآن کریم در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله متعال می‌فرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم رحمت الهی شامل حال تو شده که تو نرم خو شدی با اینها تو با نرم با مهربانی و مهرورزی و با ترحم و شفقت با اینها برخورد می‌کنی برخورد و اخلاق نبوی انسان بیننده این گونه بوده ولو كنت فضن غليظ القلب لانفضوا من حولك ای پیامبر اگه تو سختگیر بودی اگه تو سنگدل بودی اگه تو تندخو بودی اگه تو بد اخلاق بودی که اصلا همه از دور پراکنده می شدن که دیگه نمی تونستی اصلا دی دین خداوندی رو به کسی ابلاغ کنی در واقع یا کسی بخواد به دعوت نبوی ایمان بیاره و رسول الله صلی الله علیه و حتی تشی جنازه یهودی هم رف و فرمود که علیه سنفسن سن آیا یک انسان نیست این و مقوله ای داره ازان بیننده پس ما اینو میخوایم بگیم ازان بیننده که به قضیه یا به حالا بحرانی که میان ما و یهود هست نه به صرف این که دیانت اونها هست چرا که الله همتال در کتابشون رو اهل کتاب نام برده و اهل کتاب نامیده اونها رو و ما رو دستور داده که ما با هیچ کس در واقع به هیچ کس ظلم نکنیم صرف نظر از اینکه چه دین و چه عقیده و چه باوری داره مقوله ای داره ازان بیننده اولین نخست وزیر اسرائیل دیوید بن گوریون یا دا دا دایوید دیوید بن گوریون این مقولش در تقریبا هفتاد و دو سال از این مقولش میگذره یعنی از سال 1948 که حکومت اسرائیل حالا بگیم در واقع با همکاری حالا استعمار پیر انگلستان در حقیقت تشکیل شد برای اون حالا در واقع تئوریسینی که تفکر یا اید یا اندیشه سهیونیسم جهانی رو پایه‌ریزی کرد گرچه حالا قبل از این وجود داشت هم اما تئودور هرتزل به عنوان شخصی که در واقع تئوری های این رو اومد ریخت و به صورت کتاب نوشته در آورد صورت نوشته اینها رو در آورد و عقایدی که در واقع در مورد حالا سرزمین موعود و سرزمینی که یهود باید اونجا جمع بشود و اینکه یهود ملت برتر دنیاست و اینکه سرزمین موعودی دارد که باید به اونجا نقل مکان بکنه البته ما سیرش رو میگیم که و در واقع یکی از مواردی که ادعاهای سهیونیس ها در مورد فلسطین و در مورد قدس شریف قابل رد هست و ادعای پوچ و بیاساسیه همین گیری هرزل هست که ما به اون خواهیم رسید دیوید بن گوریون از بیننده که نخ... نخستین نخست وزیر اسرائیل اولین نخست وزیر اسرائیل بعد از اینکه در سال 1948 حالا دولت اسرائیل تشکیل شد یا رژیم صهیونیستی مقوله ای داره ایشون که میگه بزرگ سالان میمیرند و کودکان از یاد میبرند این اقدامی که ما در واقع داریم انجام میدیم این نسلی که با ما رو به رو هستن که سنی ازشون گذشته و اون نسلی که حالا در واقع اینها که از دنیا میرند و اون نسلی که وجود دارند کودکانی هستن که کم کم ما سرگرمشون میکنیم به شیوه هایی با استراتیجی هایی با برنامه هایی با ترهایی یک مشغولیت هایی برای اینها به وجود میاریم در واقع و اینها رو تو یک وادی هایی میبریم یک سرگرمی هایی کاذبی براشون به وجود میاریم که در حقیقت اینها از قضایای خودشون دور بشند دیگه فراموش کنن که قبله ای دارن قب... جای مقدسی به عنوان قبله اول اونها که اشغال شده که یک رژیم غاصب اومده با زور و با قدرت و با زور اسلحه اینو غصبش کرده و اشغالش کرده این کم کم از یاد اینها خواهد رفت و این زنگ خطری ایزان بیننده برای ما برای ما امت اسلامی در واقع که هدف از همچین مقوله هایی اینه که در حقیقت امر اون هویت اسلامی و اسلامی که فلسطین داره و هویت اسلامی که قدس داره و با قبل اول موسل... ما مسلمان ها زیاد ما بره اصلا این که ما از ذاکره ما به قول عرب ها و از حافظه تاریخی ما در حقیقت پاک بشه و این که ما اونو از یاد ببریم اما اگه سیر تاریخی که من اشاری از در اول برنامه بهش کردم از بیننده و اون هم که زمانی که رسول الله صلی در مدینه حکومت رو تشکیل داد و یهودی که در واقع توی مدینه بودن اونجا سکونت داشتن قبیله های بنی قینوقا، بنی نذیر، بنی قریزه که از مهمترین قبایل یهودی بودن و سه تا قبیله یهودی در واقع بودن و در مدینه سکونت داشتن و اینها حتی خودشون منتظر در واقع پیامبری بودن و میدونستن بنابر آنچه که در نصوص تورات وجود داشت و نصوص حالا کتاب مقدس اینها وجود داشت انتظار اینو داشتن که پیامبری قرار بیاد در جزیره العرب در اینجا و خودشون هم در واقع به عرب ها میگفتن اونجا به مشرکان حالا که یه پیامبری میاد و ما جزو پیروان اون خواهیم شد و این پیامبر برانگیخته برانگیخته میشه در واقع ما به صفوف اون میپیوندیم و بر علیه شما میجنگیم برای علیه شمایی که بر کفر و شرک هستید این ادعا را میکردن اما زمانی که حالا یهودی های دیگر هم بودن در واقع که در مناطقی مثل فدک و تیما و وادی القرا زندگی میکردن یا در حقیقت یهود خیبر بودند که اینها هاشیه نشین بودن حالا به تعبیر امروزی که در اطراف زندگی میکردن اما همین که ایزان بیننده رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث شد و به پیامبری الله هم ایشونو مبعوث کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله دعوت خودش رو شروع کرد همین یهودیانی که ادعا می‌کردن که جانبداری میکنن از پیامبر از این پیامبر به دینش ایمان میارن کمکش میکنن و یاریش میکنند و سربازان او خواهند بود در حقیقت پشت پا زدن اولین در واقع از اولین کسانی بودند که به مبارزه با دعوت نبوی برخواستن و از هر روشی استفاده کردن برای اینکه با دعوت نبوی در حقیقت مبارزه کنند که رسول الله البته بر اساس اناد اولا حسادتی که در میان اونها بود یعنی کبر و بینی که در, در یهودها در ها بود و خودشون از همه بالاتر میدونستن و انتظار اینو داشتن که پیامبر از میان ما باشه اما چون دیدن پیامبر از میان عرب اومده این براشون خیلی سنگین اومد براشون قابل تحمل نبود برای اینی که در مقابل دعوت نبوی ایستادن و به دلیل اناد و سرکشیشون که این اناد و لجاجت و سرکشیشون در برابر همه انبیاء الهی بوده که ما در قرآن کریم ازان بیننده زمان که آیات کتاب الهی رو میخونیم این اناد و سرکشی اونها رو میبینیم و لجاجت اونها و قدر و خیانت اونها نسبت به همه انبیا و کشتن انبیا حتی و صف در برابر دعوت انبیا اینها از صفات و ویژگی های یه بارز یهود بوده که خداوند متعال در قرآن کریم و در کتاب خودش در واقع به اینها اشاره میکنه و الله متعال این تکذیب دعوت نبوی اونها را از بیننده در سوره بقره آورده در آیات سوره بقره که الله مطال می‌فرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانو من قبل یستفتحون علی الذین كفروا فلما جاءهم ما عرفو کفرو به همین که قبلا ادعا می کردن که آقا ما ایمان میاریم و ما اولین کسانی هستیم که به این پیامبر ای پیام بر ایمان خواهیم آورد اما زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شد همین ها در واقع در صف مقابل رسول الله صلی الله علیه و ایستادند اما با این هم با, با این وجود هم ایزان بیننده رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمانی رو با اونها بست در در واقع اون قانون اساسی که رسول الله وضعش کرد در زمانی که در واقع مسلمانان دارای حکومت شدند در مدینه منوره و دارای کیان شدند رسول الله صلی الله پیمان قانون اساسی رو در واقع وضع کردن که یکی از موارد این حالا پیمان پ... یکی از موارد اون پیمان نامه ای بود که با یهود مدینه بسته شد علا رغم این که یهود مدینه با رسول... ایمان به الله صلی علیه ایمان نیاوردن به دعوت نبوی اما رسول الله در واقع نی... نیومد که قلقمشون کنه چون که ایمان نیاوردن حالا قلقمشون بکنیم و اونها رو از بین ببریم این از اخلاق دین ما و از اخلاق نبوی بی دوره رسول الله صلی الله علیه و آله بیننده با همین یهودی ها پیمانی رو در واقع بس پیمان نامه ای میان حالا مسلمان ها در واقع کیان اسلامی حکومت اسلامی و یهودی که در زیر چتر این حکومت اسلامی زندگی می کردن. از جمله مف... مفاد این پیمان نامه ازان بیننده این بود که یهود همانند در واقع امتون مع المؤمنین مثل مؤمنان دیگر شهروندان این مملکتن این, کشورند حک... کشورن لیل یهود دین هم و مسلمین دین یهود دین خودشون رو دارن شعار دینی خودشون رو دارن اعتقادات خودشون رو دارن همون مبدع لا اکراه فی الدین. و مسلمان ها هم اعتقادات خودشون رو دارن یکی از بندهای دیگر این پیمان نام ازان بیننده که ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم یهود در فعالیت‌های مالی خودشون در فعالیت‌های اقتصادی خودشون در کسب و کار و تجارت و بازار آزادند دست دست اونها بازه میدان براشون بازه همان گونه که میدان برای مسلمان بازه یعنی در واقع در حکومتی که رسول الله صلی الله علیه و پایگذاری کردن در کیان اسلامی هیچ که به کسی حق نداره تعرض بکنه یا عرصه رو بر کسی تنگ بکنه یا بگه آقا چون من مسلمانم یهودی اجازه یه رقابت مالی و اقتصادی یا تو حالا تو بازار به یهودی نمیدم نه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که یهودی ها در حق خودشون آزادن همون گونه که مسلمان ها در واقع آزاد هستن و این آزادی رو دارن اه و در حقیقت امر دیگر از بنود ایزان بیننده این بود که اگر کسی بخواد با این پیمان نامه نقضش کنه هم یهود و هم مسلمان ها در مقابل اون می و اینکه بین آنها نصیحت باشه دلسوزی باشه و نیکی به نیکی رفتار کردن و ان بینهم النصح و والبر و دون الاثم نیکی باشه همکاری در راه نیکی در آن اموری که به رشد جامعه کمک میکنه نه در اون اموری که به جامعه ضربه وارد بکنه نه در اون اموری که باعث در واقع انتشار فساد در جامعه بشه باعث ایجاد درگیری بشه باعث ایجاد اختلاف بشه در این امور در حقیقت همکاری وجود نداره و ان النصر للمظلوم یکی دیگه از بنود این پیمان نامی که با یهودی ها از بیننده بسته شد که یاری رساندن برای ما مذ... هر که مورد ظلم واقع شد باید کمکش کرد سوای این... از این که دین اون چیه عقیده اون چیه مرام اون چیه یهودی مسیحی مسلمان غیر مسلمان هست مجوسی هست هر دین و آین و مرامی که داره اما مورد ظلم که واقع شد باید به کمک اون شتافت چرا که در جامعه عرب این جا افتاده بود که مقوله معروف ایزان بیننده که ما از جاهلیت داریم اون سر اخا که ظالما او مظلوما برادر تو یاری کن چه ظالم هست چه مظلومه چه مقصر هست و چه حق با اونه باید برادر تو یاری کنی چرا که تعصبات قبیله ای وجود داشت دیگه اگه یک فردی از قبیله من مورد تعرض قرار گرفت یا درگیری وجود اومد یا حالا اختلافی به وجود اومد چه حق با اون بود چه حق با اون نبود من باید از اون جانب داری کنم از اون پشتیبانی کنم اما اسلام اومد در واقع این اصل و نقضش کرد اصل غلطی بود و رسول الله صلی الله علیه و در حدیث نبوی داریم آن بیننده که فرمودن که همین همین مقوله رو فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله انصر اخاک ظالما او مظلوما و بعد فرمودن صحابه عرض کردن که یا رسول الله اگه زار اگه در واقع مظلوم باشه که درسته اما ظالم باشه دیگه چطور ما یاریش کنیم و رسول الله صلی الله علیه و فرمود که ظالم اگه بود یاری کردن و کمک کردن اون اینه که شما اون از ظلم باز بدارید نذارید به ظلمش ادامه بده جلو به ظلمش رو بگیرید این در واقع نوعی یاری کردنه به اون هست و زمانی که جنگ اگه جنگی شد یهود هم همراه مسلمانان باید, نف... باید در واقع به داد مسلمان ها بیان کمک کنن به مسلمان ها در کنار اونها باشن و این معاهده ایزان بیننده زمانی که چون اه... انشالله سعی میکنیم سریع از این بگذاریم اه... این معاهده که در واقع بندهای اونو میبینیم ایزان بیننده اینی در, اه... در حقیقت آزادی عقیده و اینکه در فعالیت اولا آزادی عقیده که چون یهودی هستند به اونها نباید ظلم بشه به دلیل اینکه دین یعنی در واقع غیر از دین ما دارن در فعالیت های اقتصادیشون آزادند تا مادامی که تعرضی به جامعه نشده و در جهت فساد و در واقع کلاهبرداری و غدر و خیانت و اینها جلو نمیرن آزادن کمان که یهودی ها تو بازار در واقع خیلی هاشون بودن که نبز بازار رو تو دست گرفته بودن اقتصاد رو تو دست گرفته بودن و دیگه ازان بیننده این که زمانی که قضیه حمایت از کیان امت اسلامی به پیش اومد در واقع نظام اسلامی یا حکومت اسلامی همه باید برای حمایت از اون شرکت کنن همه اونهایی که زیر و چتر و بیرق اون هستن حالا گذشته از دینشون آینشون مرامشون قومیتشون زبانشون همه باید این در واقع این وظیفه رو دارند که از اون دفاع کنن و یکی از موارد دیگه از بیننده که در این میبینیم عدالت همه جانبیه منبع عدالتی که دین ما در حقیقت اونو پایگذاری کرده و در این بند از بیننده ما اینو میبینیم که و این النصر للمظلوم هر که بهش ظلم شد باید از اون دفاع بشه به عنوان یک انسان به عنوان کسی که انسان هست باید حق اون در حقیقت امر پاس داشته بشه اما یکی از موارد دیگه هم بیننده که ما در این پیماننامه در واقع میبینیم اینه که همکاری و نصیحت اینکه در جامعه نصیحت باشه هر که خطا رفت از هر کیش و را معاینی که بود دیگری اونو متوجه بکنه و توجهی که در دین ما بیننده هست در واقع به حقوق غیر مسلمان ها و اینو در سیرت نبوی ما نگاه کنیم اینو میبینیم در زمان خلفای راشدین این به وضوح واضحه خلفای بعدی که اومدن در واقع در زمان بنی عباس در زمان بنی امیه بنی عباس خلافت عثمانی تمام کیانهای اسلامی که آن بیننده اومدن و در واقع ما در طول تاریخ مشاهده کردیم در جهت این حرکت شده که ظلمی به شخص نشه حتی اگر دینش مغایره با دین ما باشه و مغایره با دین مسلمان باشه و این چیزی که اعتراف میکنن به اون خود غربی ها و نویسندگان غربی و تاریخ نویسان غربی ازان بیننده به این اعتراف می کنند که از مسیحی ها و از یهودی ها که در واقع ما تلائی ترین و گواراترین دورانی که زندگی می کردیم در زیر پرشم نظام ها زمانی بود که زیر پرشم مسلمان ها زندگی می کردیم زمانی بود که در, در واقع در کیان اسلامی ما زندگی می کردیم میرم ایزان بیننده این میان برنامه رو با هم ببینیم این کلیپ اون انشاله و خدمت دوباره بله زن بیننده در واقع یهودیان حق و حقوق کاملی که بعد از اون برخوردار شدند و رسول الله صلی الله علیه و به اونها اون حقوق و اعطا کرد در واقع اما چون طبیعت یهود قدر و خیانت هست و عهد شکنی هست اونها به عهد و پیمانی که در واقع با مسلمان ها بستند و قرار بود که زیر بیرق حکومت اسلامی در واقع زندگی کنند و به عهد و پیمان خودشون وفادار بمونند اما وفادار نموندند و خیانت کردند به اون اما همین باعث شده بیننده که رسول الله صلی الله علیه و آله در واقع موزه گیری بکنند در برابر اونها و با اونها برخورد بشه و از زیرت العرب در واقع بیرون رونده بشن اما ادعاهایی که سهیونیس ها ایزان بیننده در مورد قدس دارند و اینکه حالا ادعاهایی که هم جنبه بگیم تاریخی به اون میدن و هم جنبه دینی هم نظر تاریخی این ادعا را دارند که ما صاحبان اصلی قدس هستیم و به ما تعلق داره و در واقع سرزمین موعود ما هست و هم در جنبه دینی شالا رنگ و بوی دینی به اون داده می شود و با یک رنگ و بوی اعتقادی و باوری و دینی ادعای اینو می کنن که قدس مال ماست و ما باید به اونو به چنگ بیاریم حالا به هر قیمتی که شده و این در واقع به همیشه بگیم که روی کرده یهود بوده یا سهیونیست که برای اونها هدف وسیله رو توجیه میکنه اونها برای رسیدن به اهداف دیگه وسائل چه بسا برایشون مهم نباشد اما این ادعایی که اینها دارن ازان بیننده هم مستندات تاریخی در حقیقت مهر بطلان میکشن بر این ادعای اونها و هم آموزه های دینی حتی آموزه هایی که در خود تورات وجود داره حالا تورات و تلمودی که در واقع اونها به عنوان کتاب مقدس میشناسنش نصوصی در خود تورات داره در واقع که نقض میکنه این ادعای اونها رو اما سوال مهمی که چه به سایزان بیننده پرسیده بشه و در از هم اینه که آقا زمانی که تئودور هرتزل اومد و مطرح کرد حالا یک کشور یهودی رو که در اون کشور یهودی قرار یهودی ها اسکان داده بشند اگر واقعا فلسطین سرزمین موعود بوده و چون این اعتقادی بوده پس چرا اول فلسطین اصلا حرفی از فلسطین در میان نبوده اصلا اول قرار نبوده که فلسطین به عنوان حالا جایی برای اسکان یهود در نظر گرفته بشه حتی در نخست ایزان بیننده مثلا هرزل کشور آفریقایی موزامبیکو در حقیقت که در جنوب آفریقا وجود داره و از های پرتغال بوده در ساده موزامبیکو انتخاب کرد موزامبیک به عنوان موتنی بود یا جایگاهی بود که در نظر گرفتن که آقا یهودی ها برن اونجا ساکن بشن بعد از اون جمهوری دموکراتیک کنگو رو به عنوان یکی از گزینه ها حالا در نظر گرفته شد به عنوان که دومین کشور آفریقایی در اوخه نظر مساحت بعد از الجزایر به عنوان حالا جایی که یهودی ها اونجا اسکان داده بشن و یک کشوری برای یهودی ها باشه حالا یک موتنی و کیانی برای یهودی ها و کشورهای دیگه که در واقع جزو گزینه هایی بودند که یهود در اونها اسکان داده بشه آرژانتین در سال 1897 میلادی به عنوان یکی از این گزینه ها بود بعد از اون در سال 1991 میلادی قبرس به عنوان یکی از این گزینه ها بود که به عنوان کشوری که به عنوان موتن یهودی ها و جایی که یهودی ها باید اسکان داده بشن در نظر گرفته شد بعد از اون سرزمین سینا یا سینا در واقع در سال 1902 یعنی یک سال بعد بعدش در سال 1903 یک سال بعد دوباره اوگاندا از سوی انگلستان و بریتانیا در واقع پیشنهاد داده شد اصلا حرفی از فلسطین در میان نبوده و همین قضیه هم در حقیقت نوعی نگرانی در حالا ذهن و فکر هرزل تودار هرزل به وجود میاره که اگه اوزا اینگونه پیش بره ما نخواهیم توانست نمیتونیم اصلا اون کشور یهودی که حالا مورد نظر ماست رو تشکیل بدیم و در واقع واقعیت و عینیت پیدا خود کنه حتی گرد همایی که حاخامهای های یهودی ایزان بیننده داشتن که در حقیقت در اواخر قرن 19 میلادی در آمریکا بیانی صادر کردن این هاخام ها به این مضمون که رسالت روحانی که یهودی ها در واقع حامل اونند اونها رو در مورد اقامت یک کیان سیاسی با اصلا اقامت یک کیان سیاسی مستقل با اعتقادات ما یهودی ها با رسالت ما یهودی ها منافات داره اصلا جور در نمیاد اینکه ما بخوایم یک کیان سیاسی مستقل و یک کشور مستقل داشته باشیم این اصلا جور در نمیاد و حتی یهودی هایی بودن از بیننده که در سرزمین های مختلف که اصلا نمیخواستن موتن خودشون را زادگاه خودشون یا کشوری که به اون متعلق بودند و رها کنن. بالاخره برم یک کشوری دیگه حالا طرف که توی کشوری به دنیا میاد از کوچکی اونجا درس میخونه در واقع یک کاری برای خودش داره یک زندگی داره یک سرمایه ای داره رشد کرده در اونجا به یک مرحله ای رسیده براش خیلی مشکله که همه چیزو جمع کنه بره یه جای دیگه از نو شروع کنه یا اینکه تو اون زادگاه در واقع به اون خو گرفته به این راحتی نمیخواد از اون دل بکنه و اونو رها بکنه بره جای دیگه اون هم که آیندهش اصلا معلوم نیست یهودی ها حتی مخالف کردن با این کار اما هرزل با در واقع یک ترفند دیگه رو به کار برد با یک سیاست دیگه وارد شد خود شخصیت تئودور هرزل از بیننده حالا که خودش روزامنگار بود در واقع روزامنگار یهودی که مجارستانی بود اصلش اگه اشتباه نکنم از یهودی های مجارستان خودش شخصیتا شخص سکولاری بود یعنی شخص دیندار و معتقد به اعتقادات یهودی و پایبند به باورها و حالا بگیم باورهای یهودی نبود این شخص سکولار در واقع بود که بگیم اون آنگونه هم وجهه دینی نداشت یعنی علاقه ای به امور دینی یا به شعائر دینی نداشت اما چون دنبال قدرت بود چون خودش رو میخواست به عنوان سر یهود و رأس یهود حالا معرفی کنه و حالا به دنبال یک کیان و قدرتی بود برای یهود که خودش جزء رؤوس این قدرت باشه اومد این دفعه از یک در واقع استراتژی دیگه رو پیش گرفت دید که این جواب نمیده این استراتژی جواب نخواهد داد برای اینکه قانع کنه یهودی ها رو در مورد یک کشور مستقل بیننده پشت خط هست بفرمایید بیننده گرامی آقای شهاب از ایران سلام شبتون بخیر و علیکم و سلام شب شما هم بخیر شهاب ممنون از شما در انتخابات شهاب اگر در واقع اگه لطف کنید برنامه را از موضوعش خارج نکنید چون ما در حقیقت در همین چارچوب موضوع برنامه باشه ازتون ممنون میشیم چون حداقل بحث رو بتونیم به یه نتیجه برسونیم بلا آی شا. اشرا من رو خواهی میخوام من میخواستم از اینجا مردم میکنم در انتخابات شرکت نکنند آیا شعب ازتون عذر میخوام چون در حقیقت ازتون خواهش کردم که در چارچوب برنامه اگه میشه صحبتتون رو بفرم اما پس در این گرد همایی به نتیجه نرسیدن استراتژی عوض شد در واقع چاره ای دیگه هرزر اینجا بود که ایزان بیننده قضیه استفاده از احساسات دینی به میون اومد احساسات و باورهای دینی یعنی در حقیقت نوعی استفاده ابزاری از این احساسات برای اینکه احساسات دینی یهودی ها رو حالا بیدار کنه و اینجا بود که رنگ دینی و اعتقادی به این داد که آقا تو تورات اومده که ما ملت برگزیده خدا هستیم همه ملت های دنیا باید در خدمت ما باشند ما اومدیم که بر بشریت حکومت بکنیم بشریت اصلا قراره که در واقع منافع و مصالح ما رو برآورده بکنه خداوند ما رو یک جن برتر به عنوان یک جن برتر در نظر گرفته قدس در واقع مکان مقدسی برای ماست ما اونجا هیکل سلیمان وجود داره اونجا حکومت جهانی ما تشکیل میشه قدس مرکز حکومت جهانی ما خواهد شد از نیل تا فراد سرزمینی خواهد بود که مال ما میشود، اونجا جایگاهی که خیرات رو خداوند برای ما قرار داده انواع نعمت ها رو وجود داره سرزمین حاصل خیزیه جای مناسبیه و این جنبه در واقع دینی و اعتقادی و باوری به این دادن که همون گونه که ایسان بیننده ما الان میبینیم که چگونه در واقع حالا صفوی شبه نظامیان صفوی که تو سوریه تو عراق در واقع استفاده از احساسات مذهبی که آقا به عنوان این که ما مدافع حرمیم مثلا میرن تو سوریه این همه قتل و کشتار و جنایت میکنن که با استفاده ابزاری از احساسات دینی و باورهایی که با استف... در واقع ابزار قرار دادن باورهای اهل بیت در حالی که ربطی با باورهای اهل بیت نداره با عنوان مدافعان حرم حالا حرم معلوم نیست حرم این حرم که هست کجاست در همه شهرهای سوریه دارن مردم سوریه رو قتل عام میکنن این شبه نظامیان سفره که در حقیقت امر از اموال ملت ایران تغذیه میشن کمک نظامی به اونها میشه این همه پول خرجشون میشه برای چی؟ واسه چی؟ واسه اینکه مسلمان ها رو بکشند سپاه قدس اومده برای چی؟ برای اینکه قدس آزاد کنه نه برای اینکه مسلمان ها رو بکشه داره از روی اجساد مسلمان هایی که یکی رد میشه این همه اهل سنت و جماعت و امت اسلامی رو دارن قتل عام میکنن و اونها رو میکشن با همین استفاده ابزاری از احساسات دینی مردم همون ادعایی که در واقع سهیونیست از همین ابزاری که سهیونیست استفاده میکنن صفوی ها هم متاسفانه از همین ابزار دارن استفاده میکنن و استفاده ابزاری از احساسات مردم. یا لثارات الحسین شعارهای فرق گرایانه و کینو مانند این آقا بریم انتخام خون حسین رو بگیریم آقا این سوریه ها از نسل بنی امیه و بنی عباس ها اینها از نسل صحابه هستن صحابه هم اونهایی بودن که حق علی رو خوردن همونهایی بودن که خلافت رو از علی گرفتن اینها همونهایی هستن که امامت رو قبول ندارن پس چون امامت رو قبول ندارن خونه اونها حلاله جانشون حلاله مالشون حلاله داراییشون مجاز و حلاله میتونیم هر بلایی به سرشون بیاریم همین استفاده ابزاری از احساسات دینی مردم متاسفانه با همین استفاده ابزاری بر اموال مردم مسلط شدن در عراق چه فسادی را انداختن همین هایی که مدعی دوستی اهل بیت رو دارن مدعی مذهبی بودن رو دارن متعیلی ادعای شیعه علی رو میکنن در کشور ما هم وزبر بر همین منوال متاسفانه استفاده ابزاری از احساسات مذهبی مردم و اهل بیت را ابزار قرار دادن حسین را ابزار قرار دادن علی رضی الله تعالی را ابزار قرار دادن و چپاول اموال مردم اختلاس های آنچنانی ظلم و ستم بر مردم به راحتی خون مردم را ریختن هم در واقع همین استفاده ابزاری رو تئودور هرتزل برای اینکه حالا اون حکومتی که در نظر خودشون بود که تشکیل بدند در واقع این ادعا رو کرد در اینکه یهودی های دنیا رو حالا قانع کنه برای این اما گرچه حالا در زمان حیات خود هرزل این بگیم این آرزویی که داشت حالا اگه در واقع برآورده نشد اما بعد از اون که در واقع بعد از اینکه از هرزل مرد و از دنیا رفت در سیمیرا جهانی یهود در واقع در سال دوبار این فکر ایده کشور یهودی در فلسطین مطرح شد که بعدها در سال 1948 در واقع این عملی شد اما ادعای حق تاریخی کردن ایزان بیننده ای که دیگر از ادعاهایی هست که یهودی ها یا سهیونیس ها در واقع در مورد فلسطین این ادعا را دارن که آقا ما قدیمی ترین ساکنان فلسطین و شام بودیم در حالی که مستندات باستانشناسی مستندات تاریخی خلاف اینو میگن حتی نصوص تورات حتی نصوص تورات زمانی که بررسی میشند خلاف این ادعا میگن در واقع و خلاف این ادعا ثابت میشه و از نظر تاریخی زن بیننده چه که معروفه اینه که یبوسی ها یا کنانی ها در حقیقت که عرب بودن اصالتا اولین قومی بودن که در سرزمین فلسطین سکونت گزیدند اولین اقوامی بودند در حقیقت که در فلسطین ساکن شدند عرب کنانی ها یا کنانی های عرب تا اینکه ابراهیم حالا از موطن اصلی خودش در واقع عراق اومد به شام سرزمین شام و با همسرش ساره به فلسطین وارد شد اما که در تورات هم وجود داره این هفتاد و پنج سال اونجا موند و بعد حالا فرزندش اسحاق اونجا متولد شد و ابراهیم در حالی از دنیا رفت که هیچ سرزمین یعنی تملک هیچ سرزمینی رو در واقع یعنی حکومت نکرد دولتی اصلا در واقع تشکیل نداد و بعد از اون حالا اسحاق در حقیقت هیچ سرزمینی در حقیقت از اونجا تصاحب نکرد و دستش نبود اما تمام مدت زمانی که ابراهیم و اسحاق فرزندش اسحاق و نوهش در واقع یعقوب که فرزند اسحاق در فلسطین موندن دویست و سی سال هست که غریب بودن اونجا سرزمینی در واقع یا بگیم صاحب سرزمینی نبودند یا اینکه در حقیقت حکومتی تشکیل داده باشند حتی در مورد بنی اسرائیل ازان بیننده در مورد سکونتشون در مصر 430 سال بوده 430 سال در مصر سکونت داشتن خب مدت سکونت اونها که در مصر خیلی بیشتر بوده یعنی اگر به بیشتری ماندن در یک سرزمین دلیل بر این می شود که یک قومی ادعای مالکیت اون سرزمین رو بکنه که مصر اینها بیشتر موندن اما باز هم در مصر غریب بودن و صاحب هیچ چیزی نبودن و بعدش چهل سال سرگردان شدن همونگونی که در واقع دوران سرگردانی اونها همونگونی که تو تورات اومده و در حقیقت امر اگه این ادعا پذیرفته به شایزان بیننده که ادعا در واقع این که بیشتر اونها موندن این که ساکنان اصلی اونها بودن این هیچ ادعا در واقع مستند صحیحه تاریخی و باستان شناسی اصلا وجود نداره در این مورد اه، اما اه، حتی اگه این در حقیقت بگیم که مثلا بریتانیا یا کشورهایی که, که حالا استعمارگر بودن که مدت ماندنشون تو خیلی سرزمین ها خیلی بیشتر بوده این ادعا ادعایی که اصلا با عقل هم جور در نمیاد اما منابعی که وجود داره ایزان بیننده و ثابت میکنه در واقع که این ادعای یهود و سحیونیس ها در مورد اینکه که آقا ما ساکنان اصلی فلسطین بودیم و ما بودیم که اول حالا فلسطین رو بنا کردیم و در اونجا حکومت کردیم و این ادعا رو در واقع ما به نمونه زیر سوال ما به نمونه هایی از اون ایزان بیننده اشاره میکنیم یکی از آن یک تاریخدان روسی هست به نام دکتر لیف کارنیف که تاریخدان روسی هست ایشون کتابی داره به نام یهودیت و سهیونیسم در دید ملتهای جهان در نظر ملتهای جهان ایشون در این کتابش میگه که این ادعاهایی که یهودی معاصر در مورد این میکنن که فلسطین حق تاریخی اونهاست که اونها حق تاریخی در سرزمین فلسطین دارند این ادعای باطلیه این ادعای باطلی هست و اصلا صحت نداره و ایشون میگه که اصلا یهود قبایلی بودند مثل قبایل دیگه که سکونت فلسطین ساکن فلسطین شدن اومدن به اونجا یه مدت اونجا بودن و جایی ثابتی نداشتن اصلا بلکه فلسطینی های عرب متقدم به بر اونها بودن اصلا قبل از اونها اومدن و همونطور که در مستند تاریخی اومده ایزان بیننده سه هزار سال قبل از میلاد کنانی ها یا روسی ها اومدن و در فلسطین ساکن شدن پس ایشون میگه در کتابش لیف کارنیف که تاریخدان روسی هست ایشون میگه اونهایی که مستحقن به سرزمین فلسطین همین فلسطینیانی هستن که در واقع الان ساکنه ساکن اونها صاحبان حقن و در طول تاریخ هم کنعانی ها کسانی بودند که در واقع قبل از همه سکونت گزیدن در فلسطین و اسرائیل خودش اصلا در اصلشون میگی که یک قبیله کوچیکی بوده که می میجنگیده می حالا برای کسب سرزمین در واقع که حالا فلسطینو رو به عنوان یک سرزمینی تصاحب بکنه که همون در مستندات تاریخ وجود داره از زنو که یهودی حالا یهودا و اسرائیل در واقع که دو تا در واقع شاخه بودن جنگ های زیادی میان اونها بود یا جنگ هایی که میومدن اومدن حملات شبیه خون مانندی که یهودی ها به فلسطینی ها می زدن در واقع و قومی که در حقیقت یک جا استقرار نداشتن در یک مکان که در حقیقت جایی ساکن بوده باشن و این آقلانه نیستم که گفت آقا کسی میاد تو سرزمین شما یه مدت میمونه یه کسی میاد تو خونه شما اصلا یه مدت میمونه بعد از اون میره بیرون به جایی دیگه بعد ادعای مالکیت سرزمین شما رو میکنه که آقا ما یه زمانی اینجا بودیم ما یه زمانی اینجا بودیم پس آقا شما که الان ساکنید برید بیرون تا ما جای شما بشینیم و کدوم منطق اینو باور میکن اصلا کدوم منطق رو میپذیره حتی مطالعات تاریخی زانه بیننده هم در واقع اینو نشون میده که عرب ها در واقع پیشتاز بودن در سکونت در فلسطین و اولین ساکنان فلسطین بودن حتی یکی از این نویسنده از ایزان به اسم دیسی اولری در کتابش عربیا بی عربیا بیفر محمد عرب ها قبل از محمد ایشون هم ای داره که میگه بیشترین تعداد کشاورزان فلسطینی که الان در فلسطین وجود دارند اینها همون از, نو... از بر جای مندگان یا از نوادگان کنانی ها و عرب های اصلی هستند که در گذشته جز اولین ساکنانی بودن که اینجا سا... سکونت داشتن و در حقیقت در اینجا ساکن بودند. یک نویسنده یهودی دیگر آلفرد لینتان... لینتال نویسنده یهودی ایشون میگه که کنانی ها اولین کسانی بودند که به فلسطین قدم گذاشتن اومدن به فلسطین بعد از اون بقیه قبایل عربی اومدن بعد قبایل ابری اومدن بعد از اون این قبایل اومدن پس از بیننده در حقیقت البته مستناد دیگری هم وجود داره و نصوصی که در تورات حتی وجود داره بر اینکه این ادعایی که صهیونیسم میکنه بر در مورد اینکه آقا فلسطین ما حق داریم و اینکه یعنی یکی, یکی از مستنداتی که حالا دارن یا دستاویزهایی که دارن اینی که ما اولین ساکنان سرزمین فلسطین بودیم مستندات تاریخی اینو رد میکنن تاریخ دانها حتی از خود یهود در واقع به غیر حقیقی بودن این ادعا باور دارند و اونو مطرح می کنند و نصوص تورات که انشالله ما در برنامه بعد در مورد دیگر مستنداتی که در این مورد وجود داره و اینکه این ادعاهایی که سهیونیس ها در واقع می کنند در مورد قدس و بی اساس بودن اینها و جنایت هایی که در واقع در مورد ملت فلسطین مظلوم فلسطین مرتکب میشن سهیونیس ها جنایات ضد بشری با این ادعاهای واهی و پوش انشاءالله ما در برنامه های بعد به این خواهیم پرداخت و تا برنامه بعد همتون رو به الله متعال می سپارم الله متعال یار و نگهدار همتون